همراه هستیم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از کالیفرنیا. خانم بنی هاشمی، اعتراض تأخیر نشون داده که این قبیل اتفاقات مثل همین تیراندازی به خودروهای شخصی از سوی نیروهای سرکوب سابقه داره، اما قانون در مورد این رفتار چی میگه؟ درود به شما و تمام بینندگانتون. ببینید، ما در ارتباط با بکارگیری سلاح نیروی انتظامی، نیروی پلیس در واقع به علیه شهروندان، قانون بکارگیری سلاح رو داریم. قانونی که کاملا مشخصا به صورت صراحتا بیان میکنه که پلیس چگونه باید از این وسیله که نوعا کشنده ما اون رو در حقوق میدونیم که خب سلاح گرم هستش، چطور باید استفاده بکنه که در واقع بتونه حداکثر توانش رو به کار ببره که جان شهروندان رو حفظ کنه. یادمون نره که نیروی پلیس و نیروی انتظامی نیرویی باید باشه که حافظ جان و مال و امنیت شهروندانه. حالا در ارتباط با این پرونده خاص، مسئله که عنوان شده اینه که در واقع اونها ابراز میکنن که نیروی انتظامی که قانون به کارگیری سلاح رو آیا این که کاملا به کار برده یا این فقط یه صرفا ادعاست، این موضوع باید به صورت خیلی مشخصی توسط کارشناسان اینم مورد بررسی قرار بگیره. مطلب دوم بسیار مهم این هستش که در هنگامی که این اتفاق افتاده، افرادی که در واقع اقدام به شلیک کردن به گفته برخی از منابع لباس شخصی بر تن داشتن و نه لباس نیروی انتظامی، در حالی که ببینید بر طبق قانون اگر هر کسی اجازه داشته باشه که جلوی ماشینی رو بگیره و با لباس شخصی بگه من پلیسم، خب این ممکنه ایجاد وهم بکنه برای شهروندان که آیا اینا راهزنن یا دزدن یا به اصطلاح تروریستن، چه برنامه‌ای یا اینکه نیروی انتظامی هستن. بنابراین این موضوع بسیار مهم دیگری هستش که باید بهش کاملا توجه بشه که اگر اینها با لباس شخصی اقدام، حتی با وجود به کارگیری قانون سلاح رو به کار برده باشن، ولی باز به اصطلاح در شناسایی خودشون به این سرنشینان این ماشین و به راننده اهمال کردن، باز هم این مطلبی هستش که در واقع پلیس باید جوابگوی اون باشه، نیروی انتظامی باید جوابگوی اون موضوع باشه. خب میدونیم که الان در همین روزها ما با 40 کیان پیرفلک مواجه هستیم، در عروسهایی هستیم که 40 او هست. او هم کودک دیگری بود که در همین تیراندازی جان خودش را از دست داد، پدرش آسیب بسیار شدید در این زمینه دید. بنابراین به نظر میرسه که اون چیزی که الان وضعیت بحرانی داره اینه که اقدام به تیراندازی به ماشینهایی که با حضور خانواده و با حضور کودکان در اون هستن در ایران روبرویی. ممنون میشم اگر کوتاه خانم بنی هاشمی بفرمایید که گفتش که زاره فرمانده نیروی انتظامیه، اصلا امکان این وجود داره که در خارج از کشور، قطعا در داخل ممکنه که رسیدگی نشه به پرونده جنایی، پرونده از این دست رسیدگی بشه؟ به صورت خیلی سریع و اقدام فوری سازوکار بین المللی خیلی خاصی در این زمینه وجود متاسفانه نداره، اما ما میدونیم که در حال حاضر ما یک پروسه بسیار مهمی رو در سطح بین المللی داریم و اون اسمش کمیته حقیقت یابه. بنابراین کمیته حقیقت یاب امروز به اصطلاح به دنبال اسناد بسیار زیادی هستش از طرف ایرانی ها و اعتراضات که بتونه در واقع ثبت حقیقت رو و ثبت وقایع رو مستندسازی بکنه. این که در آینده تمام این پرونده ها یک جا بشه و امکان به اصطلاح شکایت از این افراد باشه، شاید به نظر محتمل تر باشه تا اینکه به صورت شخصی در واقع بخوایم در بُعد بین المللی همچین شکایتی صورت بگیره. اما این رو به خاطر داشته باشیم که بر طبق قانون مجازات این نیروی انتظامی هست که در این لحظه باید مسئله خطای خودش رو به اثبات برسونه و نه خانواده این کودک از دست رفته، و چنان که این موضوع قابل اثبات نباشه به نظر میرسه که ما با پرونده قتل عمد حتی میتونیم یا شبه عمد میتونیم در واقع روبرو باشیم در این مورد خاص. پگاه بنی هاشمی، ممنونم که ما رو همراهی کردید.